اگر در این سالها مسئولان دولتی همراهی بیشتری می‌کردند، رعایت بیشتری می‌کردند، ما افتخارات بیشتری به دست می‌آوردیم. وضعمون از اینی که امروز هست قطعاً بهتر بود و تعدادی از این آسیب‌هایی که پیش آمد با کمک مسئولین حکومتی دولتی در این سالهای متمادی این آسیب‌ها پیش نمی‌آمد. البته دشمن خوشبختانه نتوانست سنگر تولید رو به شکست بکشونه و فتح کنه. نتوانست. به معیشت مردم مشکل وارد شد، ضربه‌هایی وارد شد، بله. اما نتوانست تو این چند سال که نمونش رو شماها دارید عملا نشان بدید. خب خوشبختانه امروز خود اون دشمن اعتراف میکنه که سیاست فشار حداکثری به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. اینا تعبیرات وزارت خارجه آمریکاست. سخنگوشون همین چند روز قبل از این اعلام کرد و سیاست فشار حداکثری علیه ایران به شکست خفتبار آمریکا منتهی شد. این تعبیر اوست. الحمدلله. این به خاطر تلاشی بود که در کشور به حمدالله انجام شد. این شکست رو در واقع شما کارآفرینان و کارگران بر دشمن تحمیل کردید. هدف اونها از این جنگ فروپاشی اقتصاد ایران بود. قصدشون این بود. حالا فروپاشی اقتصاد البته یه مقدمه بود برای اینکه با نابود کردن اقتصاد ایران مردم رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار بدن و مقاصد سیاسی خباثت آمیز خودشون رو از این طریق عمل کنن. هدف دشمن این بود. محاسبشون غلط بود. البته به من اینجور گفتن، من خودم تحقیق نکردم که آمریکایی‌ها برای این فروپاشی زمان هم معین کرده بودند، 6 ماه. فکر می‌کردند در ظرف 6 ماه خواهند توانست اقتصاد ایران رو از بین ببرند. دشمن نتوانست. به جای 6 ماه 10 سال گذشته. در این 10 سال هم روز به روز شدت این جنگ بیشتر شده. اما سنگر تولید و اقتصاد کشور به حمدالله زنده است، پا بر جاست. اون لشکری که در مقابل دشمن ایستاد شماها بودید. افسران این دفاع مقدس کارآفرینان و مدیران شایسته اقتصادی بودند. رزمندگانش هم کارگران بودند. همه شماها و همه فعالان اقتصادی در این افتخار شریک، افتخار حفظ اقتصادی کشور. بنگاهایی که منتظر رفع تحریم نموند، اینا هیچ کدومشون منتظر نموندن که برای پیشرفت تحریم ها برداشته بشه، مذاکرات فلانجا به یه نتیجه برسه. نه، کار خودشون رو کردن، تلاش خودشون رو کردن و به این نتایج خوب هم رسید. این همون حرفیه که من همیشه تکرار میکنم که اقتصاد کشور رو، فعالیت‌های اقتصادی کشور رو شرطی نکنید. متوقف به فلان قضیه‌ای که در اختیار ما نیست نکن. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست. البته تحریم مؤثر بوده بلا شک. اما صرفاً تحریم نیست. بخش مهمی ناشی از برخی تصمیم گیری های غلط یا کمکاری ها و همثال این هاست. میتوانست اینجور نباشه. ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کن، باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کن. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی. من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هست. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم. شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقا قیمت پیدا کرده. چرا؟ نبایستی اینجور نبایستی برخورد بشه با حمایت. خب اگر اینجور ما کیفیت رو بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی رو فتح کنیم؟ کیفیت خیلی موثره.